سلام امیلیا. شما کریسمس این دختره ازم اینجا نشسته که چی؟ میدونی؟ دلم به حالت میسوزه. اینجا تک و تنها، اونم شب کریسمس. الان همون استیو داشتم که یه بار موقع خوردن یه صبحونه عروسی توی رستوران پاریسی داشتم. عروس داشت مجله فوکایی میخوند و داماد داشت با شاهدا بیلیارد بازی میکرد. یارو رو که دیدم گفتم به به، این که اولشه، آخرش چی میخواد بشه؟ با شاهدا شب عروسیش بیلیارد بازی میکرد. شهرستان خونواده نامزد تو ببینی؟ یه چقدر از زندگی شاد خونوادگی تعریف میکردی و میخواستی بازیگری واسه همیشه بذاری کنار؟ عزیزم اون از هر چیزی مهمتره، بعد از تانت همینطور بچه و اولاد که تو چیزی ازش نمیدی. نشونت بدم واسه عزیز دردونا چی گرفتم. ببین واسه لیزا گرفتمش. موهاشو نگاه کن. یه تفنگ مایاس. چلی کنم آره؟ تو ببینی همچین فکر کردی. اگه تو میخواستی منو بکشی تعجبی نداشت، چون من راه تو سد کردم. میدونم هیچ وقت یادت نمیره، ولی من تقصیری نداشتم. هنوزم فکر میکنی من زیرا به تو زدم که از تئاتر استورا بندازنت بیرون؟ من این کارو نکردم. ولی تو اینجوری فکر میکنی. خب من هرچی بگم بیفایده است. تو فکر میکنی کار من بوده. این هم واسه شوهرمه، خودم بافتمشون. من زیاد از لاله خوشم نمیاد، ولی اون دوست داره رو هر چیزی لاله باشه. نگاه کن بابچه پای کوچولویی داره، خیلی قشنگ راه میره. تو تا حالا اینو با اینا ندیدی؟ وقتی هم که خلقش تنگه پاشو اینجوری میکوبه رو زمین. شور این خدمتکارا رو ببرن که ارزه ندارن قهوه درست کنن. اکی این جونورا بازم یادشون رفته فیتیله روغن نوز کنن. بعدم میگه از زیر در سرما میاد و پاش سردشونه. عجب سرمای بی پیری. این احمقای کله بود نمیتونن آتیش خونه رو روشن نگه دارن. دمپایی‌هاش میگرد، همون دمپایی‌ها که ماری زیر قفس چپونده. چون زشتی آدم بشینه اینجا و شوهرشو مسخره کنه، اونم وقتی شوهرش یه مرد کوچولو و مهربونه. تو هم باید همچین شوهری گیرت بیمه. به
چی میخندی ها؟ تازه خیلی هم رو راست. آره من که خیالم راحت. تازه یه بار خودش بهم گفت که به چی میخندی ها؟ یه بار بهم گفت که وقتی من رفته بودم تور نروژ اون افریده فردریکا اومده بوده مخشو بزنه. باورت میشه؟ آدم به بی‌حیایی دیده بودی؟ چراشو نمیدونم ولی زنها پشت مرده شوهر منم. لابد فکر میکنن با نفوذی که داره میتونم واسه شون فوتاهات یه جایی دست رو کنم. شوهرم اون کلی گنده ها بسته. قبلن اونقدر هم به اعتماد نداشتم ولی بعدا فهمیدم که هیچ وقت به تو فکر نمی کرده. تو هم همیشه یه جورایی ازش کینه به دل داشتی. که نقل از من دلخور نیستی. دشمنی با تو صورت خوشی نداره. نمیدونم ولی شاید به خاطر اینکه راه تو سد کرده. آشنایی ما خیلی عجیب بود. این اول که دیدمت انقدر ازت ترسیدم که جرات نداشتم ازت چشم بردارم. جا هر کجا که بودی من کنارت بودم. جرات نداشتم دشمنشم به خاطر همینم با هم دوست شدم. الان میفهمم چرا باید واسش لاله بدوزم.
تو عاشق گل لاله ای. واسه همینه که تابستونا میریم دریچه مالان، چون تو از آب شور خوشت نمیاد. واسه همینه که اسم پسرم اسکیده، چون اسم بابای تو اسکیده. واسه همینه که لباسام رنگ لباسای توه، غذاهای محبوب تو رو نوشیدن یای محبوب تو رو میخورم، مثلا همین شکلات. آره واسه همینه. وقتی بهش فکر میکنم میبینم وحشتناکه، فاجعه است. همه چیت رسید به من، حتی احساساتت. روحت رفت و روح منو مثل یکی ام خورد و سوراخ کرد تا اینکه دیگه چیزی ازش نمون جز پوست و هست قسمتی و سیاه داخلش. میخواستم ازت جداشم ولی نتونستم. حس میکنم بالامو که باز میکنم بیشتر میرم پایین. دست و پا بسته افتاده بودم تو قعر آب و هرچی بیشتر تقلا میکردم بیشتر و بیشتر میرفتم پایین، تا اینکه رسیدم به قعر آب، همونجا که تو مثل یه خرچنگ گنده نشستی که با چند بادت منو بگیری. ازت متنفرم. تو هم که همینجور ساکت نشستی، ساکت و بی سر صدا. واسه فرقی نمی کنه که اول ماه یا آخر ماه، کریسمسه یا سال نو، بقیه خوشبختن یا بدبخت. نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی، نه از کسی متنفر باشی. ساکت و بی سر و صدا، اینه یه لکلک کنار سوراخ میشه. تو نمیتونستی شکار تو اسکانیو بکنیش، ولی میتونستی واسهش کمین کنی. کجا این کافه گرفتی نشستی؟ میدونستی اینجا واسه تو حکم تدموشو داره؟ نشستی و روزنامه رو میخونی که ببینی واسه کسی واسه تاعت خبر کردن یا نه. میشینی اینجا و واسه قربانی بعدی جمع و تفریح میکنی. پاداش تو واسه قربانی بعدی مثل یه خلبان روی کشتی غرق شده حساب میکنی. ولی دلم به حالت میسوزه، چون میدونم خیلی بدبختی، مثل کسی که زخم خورده باشه بدبختی و عصبانی. جریان توباب منو اذیت نمی کنه. اصلا چه فرقی می کنه که من لباس پوشیدن از تو یاد گرفته باشم یا از یکی دیگه؟ چه فرقی می کنه من شکلات خوردن از تو یاد گرفته باشم؟ تازه شکلات واسه بدن آدم خیلی هم مفیده. لباس پوشیدن رو از تو یاد گرفته باشه، چه اشکالی داره؟ باز شده بیشتر به داده شوهرم بشینم. پس تو اینجا بازنده ای و من برنده. به بعضی از قرآن و شواهد تو دیگه اونو از دست دادی. لابد میخواستی من ولش کنم، مثل تو که نامزدتو ول کردی منم پشیمون شم. ولی میبینی که من همچین کاری نمی کنم.
چیزایی بردارم که بقیه نمیخوان. روحم رفته گمونم من الان قدید. شوهرم عشق ورزیدن رو یاد دادی. میرم خونه که بهش عشق بدم.